تپش تپش زدن قلب ما حسین حسین پناه نوکر بی دست و پا حسین حسین کسی که گریه کنش شد دگر چه می خواهد نوشته ای به جای دعا حسین حسین خدا سپرد همه چیز را به دستانم سر قنوت بگو با خدا حسین حسین فریاد تو آزاد کن صدا تو آزاد کن فریاد بزن حسین جان حسین دستا بیاد بالا همه بگن حسین جان تمام لذت گهواره تا شب قدر از ابتدا چه در انتها حسین حسین صدای من که بگیرد فدای نام شما همیشه میزنم آقا صدا حسین حسین خودت بگو چه کند خواهر تو بعد از تو تنت به خاک و سرت نیزه حسین حسین جبلی از غرم خوشبال اونای جلان کربلا حربی عبدالله نشستن خوشبال شما جلان تو روزه حسین نشستن والله جای شکر دارن تو این اوضاع احوال دنیا بهمون اجازه دادن بیایم اینجا بشینیم بگیم حسین حسین لیاقت میخواد مثل عزیزانی که تو تصویر ما رو میبینن تو خونه هاشون خونوادگی دارم میشینن میگن حالا که نتونستیم روزه بریم خونمونو برا حسین آماده میکنیم برا حسین زهرا گریه میکنیم به عشق همشون بگو حسین گفت تو حرم ابی عبدالله دیدم خادم داره بلند بلند با یه زنی حرف میزنه گفتم چی شده
بهم گفت این زن اومده تو حرم ابی عبدالله کنار زری امام حسین دیدیم نشسته بچهشو بغل گرفته داره به شیر میده. گفتم این که بد نیست. گفت مگه نمیدون علی اصغر رو سینه حسینه. ای جان همه شهدا فیض ببرن، امام شهدای مظلوم مدافع حرم، شهدای مدافع سلامت فیض ببرن. الهی همه اونای جاشق حسین بودن، شهدای جاشق حسین بودن و مخصوصا اونای که اسمشون علی اصغر بوده فیض ببرن. یا با عبدالله جلو انداختم، جلو انداختم گلویم را، نخورد تیر بر لب بابا، سر بلندم در امتحان آتش، گر سرم را گرفتم بالا، رو زدم تا نجاتشان بدهم، نیست محتاج قطره ها دریا، کاش بل گرب خیمم امروز طفل باب الهوائج فردا، اهل توحیدم و در این شش ماه جای لالا شنیدم لالا، تشنم تشنه رضایت دوست، تشنگی می کشم برای خدا، جان شش ماه و نود ساله همه قربان سید و شهدا، گردنم از عقب که می افتد گلویم تازه می شود پیدا، تا که خونم به دامنت نچکد دست و پاهم نمیزنم، حتی تیر لشگر اگر مرا نکشد آخرش میکشد مرا، گرمام من برا خودم امشب شب عجیبیه. یا ابا عبدالله بعضی ها دلاشون با من نیست، همین الان خواهش همینه یه نیتی و کنید به عشق مادرش رو باب، ببین حال دوز میشه یا نه، بچه شیر خاره دیدی یا نه، تا گریه میکنه مادر میفهمه این بچه تشنشه یا گرمشه، همه تو خیمه های خودشون بودن، یه خیمه خیمه ربابه، دارم برات آروم آروم نقاشی میکشم، یه خیمه خیمه نجمه، یه خیمه خیمه حسینه، یه خیمه خیمه زینبه، جلوتر از همه خیمه ها خیمه عباس. میدونی چرا جلوتر از همه خیمه ها خیمه عباسه؟ چون دور تا دور خندق کنده بودن تا دشمن حمله نکنه، خیمه عباس جلو همه خیمه ها بود، یعنی هر کی بخواد به خیمه آل الله نزدیک بشه باید از عباس گذر کنه. آیا بل بل
همه چشم امیده و جا به امو عبازه، اما هیچ کدوم از زنا تو خیمه خودشون نبودن، همه جمع شده بودن تو خیمه روبا، همه دارن گریه میکنن، دست به دست علی از قرارو دست میگیرن، میخوان آرومش کنن. خدا نیاره برا مادری که ببینه بچه‌اش داره بال بال میزنه، تشنه نه آب داره بچه‌شو سیراب کنه، نه شیر داره. آخ بیچاره ربا. همه به فکر آبن، تموم زن آمدن تو خیمه روبان. تو رو امام رضا من حلال کنید اینجور میگم، فرمود هر چیزی تو این عالم مردونش خوبه، اما گریه برا حسین زنونش خوبه. فرمود زهرا جان یه عده میان آخر از زمان، مرداجون برا حسینت مثل زن جوون مرده گریه میکنن. تو خیمه ها غوغاییه، همه به فکر آبا، تموم زن ها خیمه ربابا. کیا اومدن آرومش کنن ساکتش کنن؟ رقیه نازش میکنه، رقیه نازش میکنه، به خواب گل بهارم. داداش کوچولو آب میخوای؟ از چشام آب میارم، جانم به این گریه یا باب دلم. بچه بیارید یه بچه شیر خاره. قربونت برم، ببین چه دستای کوچولویی دارم. بچه یه شیرخواره نمیتونه گردن بگیره، حالا اینجا دستشو زیر گردن گرفته. مادرش نق میکنه، زود ببر من دلشو ندارم. اما ابی عبدالله گفت رو با بچه رو بده برم سیرابش کنم. آی رفقا، آی مردم، خواهرا برادرا، یه جمله روزه میگم کمتر گفتم، خودتون میدونید
کدومتون طاقت دارید ببینید باباتون یه جا رو بزنه بهش بخندن. ابی عبدالله فرمود به این بچه آب بدید. اگه آب بدید میمیرم، اگه آبم ندید میمیرم. یا الله سر و بالا برا حسین امشب داد بزنی، یا سر بچه آویزان. نامرد یه نگاهی کرد گوهر مله، بله امیر. گفت چرا بیکاریست دادی؟ گفت چه کنم امیر؟ گفت مگه سپیدی گلوی بچه را نمیبینی؟ نشست رو زانواش، تیرس شعبه ای که مرد افکنه تیر را کشید. هنوز صحبت آقای من و تو تموم نشده. یه وقت ابی عبدالله دیدی بچه داره بال بال میزنه. بچه داره بال بال میزنه، خدا جواب مادرش رو چی بدن؟ دیدن دستش آورد زیر حلقومه ای بچه، خون بچه رو به آسمان میریخت. خدا نکنه یه مرد به چه گلم بیافته. ارباب من و شما دیدن عبا رو رو سر کشیده، هی می اومد سمت خیمه، هی بر می گشت. خدا جواب مادرش رو چی بده؟ نمیدونم میخوای چه کنی. من از امام رضا معذرت میخوام. اول کسی که خجالت کشید تو این خانواده میدونی کی بود؟ اونم آقام امیرالمومنین بود. بعد از این که فاطمه بین در و دیوار بود، وقتی رواج گردن میومد سمت خونه، ای بر میگرد.